بسم الله الرحمن الرحیم. صف حق و باطل باید از یک دیگر جدا باشه. نمونه اول، فقها می‌فرمایند انسان حق نداره در مجلس شراب بنشیند، ولو که خود انسان نخواد شراب بنوشه، ولی نشستن در صف کسانی که شراب می‌نوشن ممنوع. نکته دوم این است که وقف بسیار چیز خوبی، صدقه جاریه، اما فرمودن وقف برای گناه نمیشه، باید صف اونا از صف اهل باطل جدا کنیم. کسی مکان رو وقف کنه برای معصیت، این کار باطله. سوم، اطاعت والدین بسیار خوبه، اما اگر والدین دستور به معصیت دادن، دیگه اینجا خط قرمزه و حق اطاعت نداریم. چهارم، نذر امر خوبی است، پسندیده است، اما اگر کسی نذر کنه که مرتکب معصیت بشه، خب نذرش باطله. قسم هم همینطور، عهد هم همینطور. مورد پنجم، زکات هست. خب پرداخت زکات واجبه، اما اگر یه فقیری هست زکات که میگیره میره در معصیت صرف میکنه، فرمودن به اون فقیر حق ندارید زکات برید. و همینطور سهم سادات برای سید فقیری که مرتکب معصیت میشه. مورد ششم، مکان نمازگزار نباید قصبی باشه. نماز چیز خوبی است، اما نباید در مکان قصبی باشه. لباس نمازگزار فرمودن نباید قصبی بشه. و مورد آخر، کمک کردن به یکدیگر بسیار خوبه، اما قرآن میفرماید تعاونوا علی البر و تقوا، به کارهای خوب یکدیگر رو کمک کنید. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، در گناه یکدیگر را یاری نکنید. خداوند همه ما را از بهترین اعوان انصار ولیش قرار دهد. هدیه با آستان مقدس سرور و سالار شهیدان و همینطور هدیه با آستان مقدس حضرت معصوم سلام الله علیهما اجماعا. صلوات بفرستید.